بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. عرض سلام و احترام نظر همه عزیزانی که دارن از قاب دوربین ما رو مشاهده میکنن و پیام و تصویر ما رو دریافت میکنن. خیلی خوشحالیم که مجددا توفیق داریم از قاب دوربین در محضر عزیزان هستیم. انشاءالله که الحمدلله در خدمت دوستان هستیم. انشاءالله که کلاس خوب و مفید و پرباری باشد و مباحث که منظر عزیزان ارائه میشه انشاءالله مفید فایده واقع بشود. عزیزان درس بسیار مهمی قسمتی. خب با نام و یاد خدا آغاز میکنیم به درس و بحثمون. در آخرین جلسه که قاعدتا مثل همین جلسه فیلم برداری بود و فیلمش انشاءالله دوستان ما مشاهده کردند، آخرین بحث که مطرح کردن بحث در واقع کوپل نیرو بود. درسته؟ بحث کوپل نیرو. خب در بحث کوپل نیرو اردن بودونو که یه بیش مقدمه داشت بودم این بود که ما نیرو رو دوستان اگه میخوام جا به جا بکنیم، اگر نیرو قرار است جا به جا بشود، نیرو وقتی جا به جا میشه به جایی دیگه منتقل میشه، بعد لنگر ناشی از این نیرو هم چیه؟ اون نقطه وارد بشه تا بتون نیرو چیکار کنین؟ جا به جا کنین تا اثرش در محصول لنگر چی بشه؟ خونسا بشه. این اگر این ال هست و این پی هست، خب لنگر رو بولیم پی ال، بعد این پی ال هم اینجا منتقل میشه. دوست این اگر نیروی پی قرار بیاد اینجا، ال قرار بیاد ایورتر اینجا وارد بشه، شما باید اثر لنگر رازد پی رو فیلم بخش کار کنی وارد. بنابراین گفتیم اگر نیروی در راستای دراب خودش در راستای خودش جا به جا بشه، چون هیچ لنگر ایجاد نمی کنه، شما میتونید نیروی در راستای خودش کار کنی جا به جا بکنید، چون لنگر هم ایجاد نمیشه. مثلا لنگر نیروی در راستای خودش میتواند جا به جا بشه بعد بدون اینکه در محصول لنگر چیه اثری بگذاره. این هم بحث کرد. بعد از اینجا اومدیم بحث چون مطرح کردیم بحث کوپل نیرو. گفتیم اگه ما یک نیروی اینجا داشته باشیم F که با فاصله D از یک نیروی دیگه وجود داره که دقیقاً اندازه‌اش با این نیرو یکیست، راستاشون با هم یکیه ولی چه خلاف جهت هم هستن. ولی خلاف چی؟ جهت هم هستن. ببینید کوپل نیرو، پس کوپل نیرو دو تا نیروی مساوی و مختلف جهت هستن. خب این دو تا کوپل نیرو گفتیم بچا لنگر ناشی از این کوپل نیروها در واقع زیگما ام ناشی از این در واقع نیروهای ما حول هر نقطه ای، حول چی؟ حول هر نقطه ای که شما لنگر این دو تا نیرو رو بگیرید، حول هر نقطه ای که بگیرید قاعدتا برابر میشه با اندازه یک از نیروها که اف هستن و فاصله چی بینشون میشه اف دی. حالا میخواد حول اینجا لنگر بگیرید، میخواد حول اینجا لنگر بگیرید، میخواد حول اینجا لنگر، هر جا لنگر بگیرید لنگر این دو تا کوپل نیرو میشه حول یک از نیروها و فاصله چی بینشون. این هم در واقع تو آخرین فیلمی که خدمت دوستان ضبط کردیم مطرح شد و محاسباتش هم انجام دادیم. واقعاً گفتیم که اصلا جای استفادهش کجاست؟ گفتیم مثلا وقتی شما یک تیری دارید و میخواید اون تیر رو تحلیل بکنید، اگه مثلا همچین نیروهایی داره اینجا وارد میشه، شما باید اصلا این دو تا نیرو رو بیارید روی تیر و بعد کلا تیر رو تحلیل بکنید، شما تحلیل تیر رو میخونید. خب این دو تا نیرو اگه اصلا بدونه اول این نیرو باید نیرو به اینجا منتقل کنی، چون مساوی مختلف جهت با هم خط میخونن، لنگر ناشی از این در این جهت، لنگر ناشی از این در این جهت، دو لنگر با هم جمع میشن که برابر همون اف تیر دیه. پس این بار تیر شما تبدیل میشه به یک همچین تیر، یعنی اگه اصلا این دو تا نیرو هست کنی این بار یه لنگر متمرکز به اینجا چیه قرار بگیر به اون لنگر اف تیر. اینو هم در واقع چیه بحثش رو مفصل تو فیلم قبلی کردیم، در ارتباط یادآوری خدمت دوستان گفتیم که در واقع عرض شد. حالا بچه از همین قسمت میخوام یه استفاده بکنم، این نکته دیگه یا تو تمارینتونم که گذاشتیم مشاهده بکنید، این نکته رو هم بگم که بحثمون کامل بشه در مواصل لنگر، اونم این که لنگر متمرکز اگر داشته باشید تو تیر، ببینید اگر لنگر متمرکز به تیر وارد میشه در مواصل لنگر چه اثری دارد. ببینید تا الان ما هرچی بال به شما میدادیم روی تیر و سازتون چی بود؟ نیرو بود دیگه، لنگر نه بود، نیرو. مثلا ما میگفتیم آقا یه قابل دارید، مثلا اینجا داره یه نیرو وارد میشود F1، اینجا نیروی F2 وارد میشه، اینجا نیروی F3 وارد میشه، اینجا نیروی F4 وارد میشه. هم مثلا باید لنگر وارد نقطه او رو حساب. خب تمام این
نیروهایی که دوستان به قاب شما وارد شده اینا نیروه دیگه، اف یک، اف دو، نیرو مایه، نیرو قائم و نیرو چی؟ افقی. میخوام بگم سریع نیرو چکار میکنی؟ نیرو تجزیه میشه به افقی و قائم، بعد در واقع میتونی چکار بکنی؟ تک تک این نیروها رو بیاری و اینجا لنگر بگیری که تو بحث قبلی گذشته، خیلی نمیخوام در واقع دست شما رو بگیرم. ولی بحث هم اینی که در واقع تا الان اینا همه نیرو بودن. حالا اگر علاوه بر نیروها اینه تا الان هر چی بار داره به سازه بار میشه، بارهای چی بودن؟ بارهای در واقع متمرکز اردن بودن، تو نیرویی بودن. حالا اگر یه لنگر متمرکز وارد بشه به عنوان بار، مثلا فرض کنید اینجا یه لنگر متمرکز مثلا چی داره؟ ام یک وارد میشه به این نقطه تیر، یا یه لنگر مثلا ام دو داره اینجا چی تیر وارد میشه. یعنی شما میتونه بچه ها باری که داره به سازه وارد میشه علاوه بر نیرو میتونه بار چی باشه؟ لنگر باشه. یه لنگر متمرکزی داره به سازه شما وارد میشه. خب اگر من بخوام اثر این لنگر رو تو لنگرگیری بیارم و محاسبش بکنم چه باید بکنم؟ الان مثلا من میگم زیمای مولد اون رو حساب کنیم. فرض کنیم مثلا این از L1، این فاصله هست L2، این فاصله هست L3، این فاصله هست L4، این فاصله هست چی؟ L5. و به شما میگن آقا زیگمای مول او رو حساب کنید. خیلی خوب، مثل همیشه میگیم چی میگیم؟ میگیم آقا زیگمای ماجیکای ما که سرپر نیست که رشن میشه زیگمای مول او. یه گفتیم باید جهت مثبت قرار داده چیه؟ قرار میده. خب حالا بخواهم چکار بکنیم؟ حالا بخواهم محاسبه کنیم لنگر مول او خود او. خب میگیم F4 داده چی؟ L1. F4 زده L1 شکیم چند خونه؟ دقیقا ساعتگر میشه مثبت. به علاوه چی؟ F3 زده چه فاصله میشه بچه ها؟ زده فاصله L2 به علاوه L1. باز این هم مثبته چون این هم در واقع اینطوری میشه خونه ساعتگر میشه. این نیروش این هم فاصله عمود، فاصله عمود O تا امتداد F. خب بعد دیگه چی؟ F2 رو داریم، F2 در چی ضرب میشه؟ چه F2 اگه امتدادش این باشه در این فاصله ضرب میشه، یعنی F2 زده چی؟ L3. F2 L3 هم که اینطوریه دیگه، این هم بازم مثبت میشه هم کنیم به علاوه F2 L3. بعد دیگه چی داریم؟ F1 رو داریم. حالا فرض کنیم بچه فرض این سوال طوری بوده که F1 از اینجا میگذره. خب اگه F1 از اینجا میگذره لنگر چنده؟ 0 دیگه. اگر امتداد F1 از اینجا بگذاره لنگر 0. اگر نمیگذره کدام باید تجزیه میکردیم و جدا جدا لنگر چه حساب میکردیم؟ خب پس F1 هم که لنگر 0. خب این تا اینجا بچه خوندیم، تا اینجا همه چی بود لنگر ناشی از نیروها. حالا بحث اینه که غیر از این نیروها پس من اینجا برسم به علاوه F1 ضرب در 0 به علاوه. حالا میدونی چی بچه ها؟ تا اینجا شما لنگر نیروهاتون رو حساب کردید، ولی غیر از نیروها الان شما چی دارید؟ غیر از نیروها شما دو تا لنگر چی دارید؟ دو تا لنگر متمرکز M1 و چی دارید؟ M2 دارید. خب اگر من لنگر این دو تا رو حول این نقطه حساب کنم، چون در واقع میام لنگر نیروها، نیروها فقط چی؟ نیروهای در واقع متمرکز نیستن، خود لنگرهای متمرکز هم مثل بار عمل می‌کنن. خب لنگر ناشی از این دو تا لنگر متمرکز خود نقطه او چی میشه؟ خیلی ساده است دوستان. در فضای دو بعدی که ما کار میکنیم دوستان، لنگر چیه؟ لنگر به راحتی بدون هیچ گونه اثر مازادی اون نقطه چیه؟ منتقل میشه. یعنی شما ام یک میتونی برداری بیاید اینجا قرار بدی بدون هیچ اثر اضافه، ام دو رو برداری بیاید چرا کنی اینجا قرار بدی بدون هیچ اثر اضافه. مثل نیرو نیست که اگه نیروی F4 رو برداری بیاید اینجا بذاری بر F4 بیاید یه لنگر F4 L1 هم میشه. نه، لنگر بچه ها کاملا به اون نقطه منتقل میشه بدون هیچ گونه اثر اضافه. پس در محاسبات لنگر دوستان منظور به درخ بخیر منتقل میشه به لنزه، یعنی در محاسبات لنگر این خود لنگر باید محاسبه میشه. خب M1 الان چیه؟ ساعت گرده، خود ساعت گرده، M1 هم ساعت گرده، به علاوه M1 M2 چیه؟ M2 هم ساعت گرده، پس به علاوه چی؟ M2. پس ببین بچه‌ها لنگر متمرکز خیلی ساده است. آقا در فضای دو بعدی لنگر متمرکز عینش وارد معادله میشه. عینش. حول هر نقطه ای، حول این نقطه رو بگیری. حول این نقطه بگیری بازم میشه M1. حول این نقطه بگیری بازم میشه M1. بازم میشه M1.
این لنگر های متمرکز بچه ها در واقع اینش وارد محاسبات لنگر میشه. این انگار که در واقع لنگر بکنی کاملا بوده نمیش کنه اصلا منتقل کنی به همون نقطه که میخوای حالی نقطه چیکار کنی؟ لنگر به ما بچه لنگر های متمرکز اینن خودشون وارد معادله خودشون جنس لنگر هم دیگه در هیچ فاصله هم که نباید زر بسن چون خودشون لنگر هم. فقط به عنوان نقطه اینکه مثلا اگر من اینجا بخوام لنگر بگیرم لنگر اینجا وارد شده ولی من اونجا میخوام لنگر بگیرم هیچ فرقی نمیکنه میگم تو صفحه هیچ فرقی نمیکنه چون حال اینجا میگیره اصلا لنگر این امیر حوله میشه خود امیر لنگر این امیر حوله میشه خود امیر راحت میتونه منتقل بشه به همونجا بدون اینکه اصلا اثر اضافه هر جای این صفحه بخوای لنگر بگیری امیر ممدو لنگرش میشه خود امیر و امیر هیچ فرقی چرا نمیکنه. پس لنگر متمرکز دوستان عینا به هر نقطه که میخوای لنگرش رو بگیری منتقل میشه بدون هیچ گونه اثر اضافه. و نقطه آخری که بچه‌ها میخوام اضافه بکنم که وقتی ما این نقطه رو بچه‌ها میگیم تا اینجا مشکلی ندارم خیلی خوب لنگر متمرکز عینا وارد معادله لنگر میشه خودش خیلی خوب. یه اشکالی که بر رخ میده اینه که باید دقت کنم این نکته میخوام بگم بچه‌ها باید تو اشتباه کنن مثلا بچه‌ها فرض کنید من به شما گفتم لنگر حول این نقطه رو حساب کنید لنگر حول مثلا نقطه چی هست اگر ما نقطه A رو حساب کنیم خب حول نقطه A وقتی وقتی میخواد لنگر حساب بکنی اگر قرار است حول نقطه A لنگر حساب بکنی خب لنگر از این ما حول نقطه A خب شما حساب می‌کنید F4 داده یه فاصله F3 داده یه فاصله F2 داده یه فاصله F3 داده یه فاصله خب M2 هم که منتقل میشه چه M2 پس اینا F1 کاری ندارن به علاوه M2 به علاوه حالا میگیم آقا لنگر M1 خودش اینجا وارد شده لنگرش چقدر میشه اینجا حول نقطه خودش اشتباهی که بچه ها میکنن چیه؟ میگن آقای بهرام شما ما گفتیم که اگر لنگر حول نقطه میخواد بگید که نیرو از همون نقطه میگذره لنگر اون نیرو حول اون نقطه چنده؟ صفر دیگه مثلا اگه میخواستیم حول اینجا لنگر بگید چون F1 از اینجا میگذره لنگر صفر اگه میخواستیم حول اینجا لنگر بگید F2 لنگر صفر حول اینجا میخواستیم لنگر بگیریم F3 لنگرش هم بود صفر یعنی حول اینجا اگه میخواستیم لنگر بگیریم F4 لنگرش حول اینجا هم بود صفر چون از این نقطه میگذره بعد بچه ها اشتباهی میکنم یا خیلی خواهی برای ما اگه حول اینجا رو لنگر بگیریم چون خود M1 اینجا وارد شده بعد لنگرش حول این چنده؟ صفر دوستان در صورت این اشتباه دوستان این حرفی که ما زدیم که حول اون نقطه که میخواین لنگر بگیری اگه نیرو از اون نقطه وارد شده باشه لنگرش حول اون نقطه صفره چرا صفر لنگرش چون وقتی اف یک از اون نقطه بگذره هیچ فاصله عمودی بین اون نقطه با اون نیرو وجود نداره این برای چیه این برای نیروهاست دوستان لنگر که از این حرفا نه لنگر خودش لنگره بنده خدا نیرو نیست که بگی آقا مثلا چون به این نقطه وارد شده بین این نقطه و اون نیرو فاصله نیست بعد چه صفر این خودش لنگره پس خود لنگر ام یک هم دوستان وارد محاسبات میشود به علاوه چی به علاوه ام یک هست نمیشه اگه شما حال نقطه آر لنگر میگیرید خود ام یک هم وجود داره یعنی دوستان قاطی نکنید بگید آقا چون ام یک دقیقاً تو خود این نقطه داره وارد میشه پس لنگر است نه خیر ام یک با صفر میگه چون خودش لنگر بنده خدا لنگر اونجا وجود داره پس لنگر وارد محاسبات میشه آره اگه مثلا تو نقطه آ نیروی داشته به نام مثلا اف 5 این لنگر F5 حول نقطه صفر ولی خود لنگر M1 که بچه اسمش لنگر اینجا وجود داره دیگه بس باید محاسبات بشود نه باید صفرش بکنیم این نقطه هم گفتم که وقت دوستان باتی نکنن پس لنگر نیروها حول نقطه که از نقطه میگذرن صفر لنگر نیرو ولی اگر لنگر متمرکز باشه دوستان دیگه لنگر متمرکز لنگرش حول نقطه صفر نیست خود اون لنگر اونجا وجود داره بعد وارد معادله بشه عینا خودش بعد وارد بشه معادله بشه پس بنابراین اینم بحث چی شد دوست بچه ها بحث محاسبه لنگر متمرکز اثرش در محاسبات لنگر پس ما اگه میخوام لنگر یک نقطه محاسبه کنیم میشه لنگر ناشی از نیروها باشد میتوانه لنگر ناشی از لنگر متمرکز باشه لنگر متمرکز عینا وارد معادله میشه مقدارش قول هر نقطه که توی صفحه بگیرید هیچ فرقی نمیکنه حالا اگه ساعتگرم مثل اینا مثبت اگه پاد ساعتگرم منفی وارد معادله نمیشه اینا گفتم خدمت دوستان شما عرض بشود که این بحث رو چی بشه تکمیل بشه خب اما دوستان نقطه بعدی که میخوایم با هم در واقع بحث بکنیم
خیلی هم بحث مهمی است دوستان، بسیار پرکاربرد برای مهندسان عمران. اونم اینه که دوستان ببینید ما انواع بارهایی که بچه به سازه وارد میشه چیه؟ بگه ما انواع بارهایی وارد بسازه. انواع بارهایی که وارد سازه میشه چه شکلی میتونه باشه؟ یک چی آقا؟ بار متمرکز. یکی چی آقا؟ لنگر متمرکز. این دوتا رو تا الان با هم کار کردیم. انواع بارهایی که بسازه وارد میشه یکی بار متمرکزه، مثل این چی؟ در واقع اربعه باشه، مثل نیروی متمرکز و یکم لنگر متمرکز. تا الان با هم کار کردیم. این مثلا F1 F2 F3 F4 F5 الان نیروهای متمرکزن. این میگه من دارم چی هم؟ لنگرهای چی هم؟ متمرکز هم. وقتی میگم متمرکز بچه بشه من از متمرکز، یعنی الان نیروی F1 متمرکز توی یه نقطه است دیگه، F2 متمرکز توی یه نقطه است، درست شد؟ M1 الان متمرکز توی یه نقطه است. ببینید اینا میگن نیروی متمرکز یا لنگر چی؟ متمرکز، درست شد؟ اینها رو در واقع عرضم موضوعتون که تو الان لنگرش رو با هم یاد گرفتی که چوری باید بوده یه نقطه لنگر ناشی از نیروی متمرکز یا لنگر متمرکز رو چیکار بکنی؟ حساب بکنی. اینو تو الان یاد گرفت انشالله سنم هم که تمرین کردن انشالله یاد گرفتن که آقا یک نیروی متمرکز یا یه لنگر متمرکز رو چگونه بایستی لنگرش رو چیکار کنی؟ بوله یک نقطه حساب. حالا این واسه در واقعیت یعنی چی وقتی ما نیروی متمرکز مثلا وقتی شما یه آقایت میبینیم مثلا F2 اینجا اونجا دیگه مثلا میتونه چی باشه؟ مثلا میتونه در ساختمان ما چی باشه؟ اینجا یه وزنه سنگینی هست که مثلا اینجا چیه؟ روی مثلا تیر شما قرار داره که اینو مدل کردیم مثلا این نیروی متمرکز. آره؟ چیزهایی که من شما مثلا متمرکز توی یک نقطه توی ساختمان بارهایی که توی یک نقطه وجود داره. مثلا الان خود منی که مثلا اگه شما پول طراحی کنید مثلا میگه اگه طراحی پول هستش مقاطعا مثلا اگه شما یه تراکتوری دارید مثلا داره از روی پول قرار رد بشه اینو طراحا میتونه مثلا چی مدل کنی؟ مثل یک بار متمرکز بده. خب اینا بارهای متمرکزن. حالا لنگر متمرکز یعنی چی؟ لنگر متمرکز بچه‌ها حالا اینکه در واقعیت یعنی چی؟ اینی که آقا تو سه‌بعدی باید تصور کنیم. خیلی وقتا چون میگم مثلا این یک تیره این تو فاز سه‌بعدی باید چطور کنیم؟ در فازه سه‌بعدی اگه نگاه بکنه یه تیر اومده چیکار شده؟ یه تیر اومده به این دو تا تیر وصل شده. خب این تیره چی میشه؟ این تیره خم میشه دیگه. این تیره که خم میشه، خمشه این باعث پیچش این میشه دیگه. حالا یک لنگر پیچشی متمرکز داره البته. این منظوری که اینا بحثایی است که از اثرات سایر عضوها میان بهش وارد میشه. و در واقعیت وقتی میگم ما لنگر متمرکز، خب یه بار دیگه، اون بار از کجا داره میاد؟ این میگم بحثی که شما فرض کنید من تو همین مثال که زدم تو همین مثالی که زنجیر لنگر متمرکز دارید فرض ما یک چی؟ فرض کنید به این قاب شما در فضای سه‌بعدی یه میله اینجوری بسته که این میله داره میپیچه حالا تحت اثر بار داره میپیچه. خب پیچش این میله هر به صورت چی وارد میکنم؟ به صورت یک لنگر متمرکز به این قاب وارد میکنم دیگه اثرش رو. بعد این قاب رو چیکار میکنم؟ تحلیل میکنم. درست شد؟ اگه شما فرض کنید تو این نقطه یک فرض کنید همین ماژیک که من یک تیریز به این قاب وارد شده و این تیره داره میچرخه، خب این تیره وقتی میچرخه لنگرش بسید لنگر متمرکز به این وارد میشه. اینو به عنوان یه بار لنگر متمرکز بهش وارد میکنم و تحلیلش میکنم. خب این چی شد؟ بس نیروی متمرکز و لنگر متمرکز. ولی دوستان حالت سومی که میخوام بگیم اتفاقا در ساختمان ها بچه بیشتر حالت سوم رخ میده. بیشتر حالت چیه؟ بیشتر حالت سوم رخ میده. یعنی چی؟ ببینید ما شاید بچه ها در سازه هامون نیروی متمرکز یا لنگر متمرکز کمتر داشته باشیم. بیشتر چی داریم دوستان؟ من قبل از اینکه اسمشو بگم و بحث بکنم دوستان همین رو در واقعیت با هم بحث کنیم. نگاه کنید بچه اگه همه کلاس که قرار داریم شما در اول در کلاس قبل 4 تا تیر دارید دوستان این فصل 4 تا تیر شما میشه و روی این چیشه بچه نشسته روی این سخت میشه ماست دیگه. روی این در واقع چیه؟ سخت به شما اومده چیه؟ روی این 4 تا تیر چیه تو؟ روی این 4 تا تیر اومده سخت به شما نشسته. حالا سخت فصل مثلا 2 مثلا 8 حالا سخت بشه. خب بچه ها وقتی این سقف میاد میشین حالا این سقفی که من میگم شامل حالا مثلا با شما این دار بتونیه، شامل کفسازی سرامیک موزاییک یا اردم بودتا هر چیز این در واقع ملاتشه. نهایت یه باری بچه شما اومده چیه؟ یک باری سقف شما یک باری داره دیگه.
این واره اومده رو چهار تا تیر چی؟ اومده رو چهار تا تیر چهار طرفش. خب بچه باری که داره این سقف وارد میکنه به این چهار تا تیر، باری که داره این سقف وارد میکنه به این چهار تا تیر، آیا این بار یک بار متمرکزه؟ یعنی بار این سقف مثلا بار وارد از این سقف به این تیر فقط مثلا یه نقطه داره وارد میشه؟ نخیر. داره چه بچه بار وارد میشه؟ داره رو کل طول این تیر داره وارد میشه. یعنی بار این سقف مثلا رو کل این طول تیر میاد، یا بار این سقف یه قسمتش روی کل طول این تیر میاد. اینطوری نیست که مثلا بگیم آ کل بار این جمع شده اومده توی نقطه وارد خامسه بار. نخیر. بار سقف شما رو کل این تیر پخش میشه، یا رو کل این تیر پخش میشه، یا رو کل طول این تیر چیه؟ در واقع بار این سقف در واقع داره روی این چهار تا تیر چی میشه؟ پخش میشه. اونم رو کل طول تیر پخش میشود، نه فقط روی تیکه از تیر، رو کل طول تیر داره چی میشه؟ رو طول کل تیر داره این بار چی میشه؟ پخش میشه. یه بار متمرکز نیست. بنابراین دوستان ببینید ما در واقعیت اتفاقا بیشتر بارهایی که داریم حسابمون چی بچه‌ها؟ بیشتر بارهایی که داریم بچه‌ها چیه؟ نیروی چیه؟ به جای اینکه نیروی متمرکز باشه، نیروی چیه؟ نیروی گسترده است. دقت کنید، نیروی گسترده است. یعنی بار این سقف در طول این تیر پخش شده، گسترده شده، به یک نقطه متمرکز وارد نمیشه. درست شد؟ بنابراین ما با نیروهای چه سر کار داریم بچه‌ها؟ با نیروهای گسترده سر کار داریم. نیروهایی که بچه‌ها در طول تیر شما یا در طول ستون شما دارن چی میشن؟ پخش میشن، فقط به یک نقطه وارد نمیشن. به اینا میگیم نیروهای چه دوستان؟ نیروهای گسترده. بنابراین دوستان ببینید ما در واقعیت در واقع بیشتر چه داریم؟ بیشتر نیروهای گسترده داریم. حالا بچه این نیروهای گسترده در واقع حالا چگونه محاسبه میشن؟ من حالا مجبورم میگم کمیت این درگی دارم میخوام بگم بچه من دست بارگذاری تونه ولی چون دست بارگذاری هست شده حالا من اینجا یه اشاره مختصر میکنم چون تو درس ها پیشرفته ترتون بیشتر باش درگی میشی ولی چون همین الان شاید الان تو ذهن بچه ها باشه آقای برمی درست شما یک سقف داری رو چهار تا تیر خب بار این سقف به چه نسبتی روی این چهار تا تیر پخش میشه بار این سقف به چه نسبتی سهم این تیر چقدر سهم این تیر چقدر سهم این تیر چقدر سهم این تیر چقدر به چه نسبت داره بین این تیرها پخش میشه اینجا بچه برای پخش بار سقف رو تیرها برای پخش بار سقف رو تیرها ما میایم دستبندی میکنیم سقفامون رو میگیم ما سقفای ما یا چی هم؟ یا سقفای یک طرف هستن یا سقفای چی هم دوستان؟ دو طرف یعنی سقفایی که ما داریم بچه تو عمران کار میکنیم یا سقفای یک طرف هستن یا سقفای چی داریم؟ یا سقفای دو طرفه داریم سقفای یک طرفه بچه یعنی چی؟ سقفای این بار را اینطور بگیم بار سقف را فقط در یک جهت چکار میکنن؟ پخش میکنن سقف های دو طرف چی بچه ها؟ بار سقف را در دو جهت چی آقا؟ پخش میکنن حالا یعنی چی؟ یه دارم توضیح بیم بچه ها میکنیم سقف های دو طرف بار سقف فقط در یک جهت پخش میکنن بار سقف های دو طرف در هر دو جهت بار چکار میکنن؟ پخش سقف های یک طرف بچه ها مثل چی؟ سقف های یک طرف که بچه ها ما تو عمران داریم که بار فقط در یک جهت پخش میکنن بچه ها سقف هایی هستن که بچه ها تیرهای فرعی دارن در یک جهت چی؟ سقف هایی که غیر از این تیرهای اصلی بچه ها تیرهای چی دارن؟ فرعی دارن در یک جهت مثل سقف های چی؟ مثل سقف های کامپوزیت هستن مثل سقف های چی بچه ها؟ سقف های در واقع تیرچه بلوک حالا من بچه ها شما حتما نمیدونم اینه که دارم میگم چقدر باشه باشه چون شما بچه استاتیک در واقع ترمای اول هستی با این در واقع نوع سقف و اینا حالا بچه‌ها که کار اجرایی هستن و اینها واقعا آشنا هستن حالا شاید بعد از شما خیلی هنوز استعداد براش آشنا من حالا توضیح میدم الان مختصرا ببین بچه‌ها سقف ما غیر از تیم بچه‌ها دوباره مال سقف رو نگاه کنید بالا بچه‌ها این سقف شماست این سقف شما تو از بالا بهش نگاه می‌کنید
این در واقع پلان سقف شما. وقتی میگم بچه‌ها پلان این ادوار رو به سقف نگاه کنید. بچه‌ها شما این حالا چیه که تیرای اصلی شماست دیگه، تیرای اصلی ساختمان. غیر وقتی مفاهیم از سقف‌های ما غیر از تیرای اصلی شما تیرای چی دارید؟ تیرای فرعی دارید. یعنی تیرای بچه‌ها میاد داخل این تیرای اصلی چیه؟ میخوره. و بچه‌ها وقتی این تیرهای فرعی میاد که داخل این تیرای اصلی میخوره، این تیرای فرعی دارن چی میگن؟ این تیرهای فرعی دارن میگن که آقا وقتی ما تیرهای فرعی ما رو بار میاد اون تیرهای فرعی، تیرهای فرعی بچه‌ها خم میشن در این جهت و بار رو فقط به این دو تا تیر میدن. درست؟ وقتی بچه‌ها من در سقف صدا تیر فرعی دارم، این تیرهای فرعی در این جهت هم وقتی بار میذارم روی اینا در این جهت خم میشن دیگه. وقتی در این جهت خم میشن بار رو میدن به این دو تا تیر. به این دو تا تیر دیگه چی؟ نمیدن. در این جهت وقتی شما تیرهای فرعی رو گذاشتی، تیرهای فرعی بار روش میذاری، تیر فرعی من اینطوری خم میشه. اینطوری که خم میشه چی؟ یعنی بار خودش رو میده به این دو تا تیر. به این دو تیر اصلی. پس این بچه‌ها سقف‌های یک طرفه سقف‌هایی که تیرهای فرعی دارن و بار رو بچه‌ها در همون جهت تیرهای فرعی پخش می‌کنن. یعنی هر سقف من بچه‌ها تیرهای فرعیش در این جهته، باعث میشه بار فقط به این تیر و این تیر برسه. دیگه این دو تا تیر بچه‌ها هیچ سهمی ندارن. اینا چیه دیگه هیچ سهمی؟ نه، این دو تا تیر بار می‌گیرن. چون تیرهای فرعی در این جهته. حالا تیرهای فرعی بچه‌ها ببین حالا در سقف کامپوزیت چیه؟ تو سقف کامپوزیت تیرهای فرعیش چیه؟ مثلا اگه شما اسکلت فولادی داشته باشی، در اسکلت فولادی تو شما دیگه غیر از این تیرهای اصلی سه تیرهای فرعی آهنی میدازن که معمولا فاصله شون مثلا بین نیم متر تا یک متره و بعد روی این بچه روی این تیرها چی کار میکنن؟ یک دال بتونی نازک انگار یک دال که بچه ها میگم دال وقتی میگم بچه منظور دال چی؟ یک صفحه بتونی، یک صفحه بتونی بچه بهش میگیم چی؟ دال. یک صفحه بتونی بهش میگیم دال. حالا تو صفحه کامپوزی این شکلی بچه ها دیگه شما این تیرهای اصلی تو داری، این تیرهای فرعی هم میخوره، بعد روی اینا چیکار میکنی؟ روی اینا یک بتون میریزی دیگه. چیکار میکنی؟ بتون میریزی دیگه. این میشه سقف تو. این بچه سقف خیلی دیدی دیگه. شما بیشتر ساختمونه که الان کار میکنن سقفاشون چیه؟ کامپوزیت دیگه. غیر از تیرهای اصلی تیرهای فرعی داخل جام میتازن، روش هم میان بتون میریزن دیگه. میشه چی؟ سقف کامپوزیت. و سقف کامپوزیت بچه سقف یک طرف در جهت در واقع تیرهای فرعیش بار پخش میکنه. بارو فقط به این دو تیر میده، فقط در این جهت داره بارو پخش میکنه. درسته؟ بچه در بحث عمران هم برای که مشخص کنن که این سقف یک طرف است و بار در این جهت پخش میکنه همچه علامتی دارن دوستان. یه همچه علامتی که بچه گذاشت تو نرم افزار ها هم اینا. یعنی بچه بارو داره میده به این تیر و این تیر دیگه در این جهت داره پخش میکنه. به این دو تیر میده. یا سقف تیر جبوری با تیر جبوری دوستان نمیشن باز در ساختمان های شاید بتونی کاربرد داره. اگه شما اسکلتون بتونی باشه بچه ها باز میان چکار میکنن؟ باز اگه مثلا این پلان سقفتون باشه خب اینجا بتون این تیرا دیگه میان اینجا بچه چی میذارن؟ تیرچه میذارن به جای تیرهای آهنی. چی بچه ها تیرچه ها نمیدن دیگه نتیجه ها همین شکل داره دیگه. یه همین شکل داره دیگه. یعنی اینجوری در واقع چیه؟ مار پیش رفته دیگه. این تیرچه هاست. این تیرچه ها رو میان میذارن بچه ها در اینا تیرچه ها رو میذارن در واقع بین تیره اصلی و بین تیرچه ها بچه چی میذارن؟ و بین تیرچه ها چی میذارن؟ بین تیرچه ها چی میذارن؟ میان بلوک میذارن. میان دیدی یا نه؟ حالا بلوک های آجوری یا بلوک های در واقع حالا یه میزیتی هم آکاستیفیکی شما میگین میذارن در واقع بعد چکا میکنن و بعد میان روی اینا چکا میکنن بتون میذارن بهش میگن سطح تیرچه بلوک. اینا اسم تیرچه هست دیگه. تیرچه ها بچه ها گفتم حالا تقریبا سعی کردم شکلشو بکشم تو واقعیت دیدن در واقع تیرچه ها بچه ها گفتم یه همچین در واقع چیزی داره یه میلگرد اینجا داره یه میلگرد یه میلگرد اینجا داره یه میلگرد با هم وصل شدن حالا این شما سه بودی در نظر بگیرید دیگه و این در واقع چی؟ میلگرد های خرپایش داره اینطوری زیگزاگی میره دیگه یه تیرچه هست حالا و بعد این تیرچه ها کنار هم بچه فاصله همون یه متر میزنن بین تیرچه ها یا 75 سال میزنن بینش دو تا بلوک بین این تیرچه ها بلوک میزنن حالا بلوک های آجوری بلوک های سیمانی بلوک های یونیتی و بعد روش رو بتون میزنن و بعد از سقف تیرچه بوده هم چون تیرچه داره و تیرچه ها در یک جهت دارن بارو پخش میکنن بار فقط به این دوتا تیر میرسه بار فقط چیه؟ به این دوتا تیر میرسه اینا چه هم سقف های یک طرف و سقف های یک طرف بچه ها بارو فقط در یک جهت پخش میکنن فقط به دوتا تیر میدن در جهت همون تیرهایی که در واقع در جهت همون تیرهایی فرق شده ولی سقف های دو طرف بچه ها در هر دو جهت بارو چکار میکنن؟ در هر دو جهت بارو پخش میکنن اینا تا مثل چی بچه‌ها مثل سقف‌های دالتی مثلا در ساختمان بتونی در ساختمان بتونی ما این سقف می‌ذاریم به نام سقف چی سقف دالتی سقف دالتی بچه‌ها چیه
سقف دالته دیگه تیر فرعی نداره. تیر فرعی نداره. شما در واقع عرضم بزرگ تو گنگه سخن شما بشه خب؟ و این دال شماست. دال گفتم از یه صفحه بتونیست. اینجا شما چهار تا تیر هم چهار طرف دارید دیگه. این هر مثالی که زدم اینجا، هر مثالی تو فرض کنید بچه‌ها این دال شما ریخته شده و چهار تا تیر اصلی دارید، این تیر اصلیتون رو دیگه. دیگه هیچ گونه تیر فرعی در کار نیست. یک صفحه بتونی مثلا 15 سانتی 20 سانتی ما با میلگرد رو میلگرد می‌ریزم روی چهار تا تیر. این سقف تا چی میشه؟ دال تیر. تو این سقف دیگه دوستان بار به هر چهار تا تیر میرسه. دیگه سقف سقف چیه؟ دو طرفه است. سقف سقف چی آقا؟ دو طرفه است. یعنی به هر چهار تا تیر بار میرسه دیگه. یعنی بار بچا چی؟ علامتش اینه دیگه. بار در هر دو جهت پخش میکنه دوستان. بار هم به این دو تا میرسه هم دیگه. بار در هر چهار جهت پخش میشه. دیگه تیر فرعی نداره. پس سقف دال تیر بچا گفتم سقف نیست که شما یک صفحه بتونی دال نه یک صفحه بتونی. ولی دیگه صفحه بتونیش بچا تو سیزن دال تیر یه صفحه بتونی صفحه بتونی ضخیمه. یعنی مثلا حداقل اینا تو 15 سانت هست به پر میلگر میریزن روی چهار تا تیر بتونی. بار رو هر چهار تا پخش میشه. البته بچا در سیستم های دال تیر اگه مثلا این زل اسم بذاریم A، این زل اسم بذاریم B، میگن آقا مادامی که نسبت زل بزرگتر A زل بزرگتر از B زل بزرگتر نسبت A به B بچه ها اگر کوچکتر از دو باشه دال چیه؟ دو طرف هست. اگر نسبت A به B بچه بیشتر از دو بشه دال تقریبا دال چی میشه؟ یک طرف میشه. دوستان؟ اینا تو میگم بچه این دو من از بتون رو تو این از رقم منجور رو بگم. این اگر نسبت از دو بچه دیگه از دو بیشتر بشه دیگه تقریبا نزدیک میشه به سقف یک طرفه دیگه. دیگه دو طرفه نه. حالا بحث ما الان اونجا خیلی اون قسمتش معطوف نیست. هر چند میگم بچه من شما بچه استاتیک شد هنوز اول راه عمرانی شاید خیلی هنوز این اصطلاحات براتون آشنا نباشه. ولی امیدوارم دوستان این بحث اصلا مهم نیست. حالا من که دارم به شما صحبت میکنم شما اگه مثلا نفهمیدین از بحثای من فهمیدن یک قاعده اینا فهمیدین ولی مثلا شکل مثلا سقف تیر شده که تو الان ندیدین شکل سقف دال رو ندیدین شکل سقف کامپوزیت رو ندیدین حتما بچه به این بهانه بریم تو اینترنت مشاهدات که شما دسترسی دارید یه سرچی بزنید بگید آقا مثلا سقف کامپوزیت بس شکلاش رو ببینید تصاویرش رو ببینید دیتیلاش رو ببینید که این حرفی که من میزنم واقعیت یعنی چی الان اونا هم که اهل اجرا هستن دیگه تو هم ساختمان دیدن دیگه هم چه بوده میدیدن هم کامپوزیت دیدن هم دالتی میدیدن والا اینا رو چیه؟ مشاهده خب حالا آقا بچه ها اینکه میگم این پرانتزی بود که حالا برای شما شما خواهیم بحث ها رو بگیم در واقعیت یعنی چی اینا ولی ما هم تو درس استاتیک بحث محاسباتیشه ما بحث محاسباتیشو باید داشته باشیم حالا این لازم بود که بگم برای دوستان که میگم ببینید کلام همین یک بچه رو تو استاتیک واقعیت ها این واقعیت رو تبدیل بکنیم به بحث های ساده محاسباتی حالا چی ها چون بسیدون سقف ها یا یک طرف میگه یا بار در یک جهت پخش میکنه یا در هر دو جهت یعنی به هر چهار تا تیر میده یا فقط به دو تا تیر میده بار حالا شما بچه بار گسترده اگه میخواید حساب بکنید خب چجوری حساب میکنید بار گسترده رو بار گسترده اگه میخواید حساب بکنید خب میگیم آخر خب فرض کنید چیه این سقف شماست و این چهار تا تیر شماست اگر بچه ها سقف یک طرفه است اگر دال چیه اگر دال اگر سقف شما یک طرفه است یعنی بار رو فقط داره به این جهت این جهت میده خب این ساده است پس میگیم آقا بار سقف نصف میشه دیگه این نصفه به این سقف میرسه این نصف بار چی بچه ها؟ به این سقف میرسه به این تیر میرسه این نصف سقف ما بارش به این تیر میرسه این نصف چیه؟ نصف دیگه به این میرسه بنابراین دوستان ما همیشه میگیم اگه میخوایم بار گسترده رو این تیر حساب کنیم و دوستان دقت کنن این بار این سقف بچه نصفش که میاد روی تیر بار چیه؟ بار متمرکز است کل این بار ما جمع نمی‌کنیم توی این نقطه وارد می‌کنیم ما کل بار در طول تیر وارد میشه در طول تیر وارد میشه بنابراین ببینیم چیکار می‌کنیم میگیم اگه این اندازه مثلا باشه چه این اندازه باشه آ دوستان یا اندازه اگر باشه آ دوستان و این اندازه رو مثلا بگیم بی میگیم اگه وزن واحد سقف باشه چی دبلیو دبلیو بچه چیه دبلیو وزن واحد در واقع مساحت سقف این دبلیو بچه دبلیو از کجا در میاد بچه دبلیو رو از درس بارگذاریتون دبلیو بچه رو ببینید تو آیین نامه مدرسه 6
میگید آقا مثلا سهم من چه تیرچه بلوکه؟ خب تیرچه چقدر وزنش؟ بلوکش چقدر وزنش؟ اون بتون پوش چقدره؟ کفسازی چه؟ اینه همه رو با هم جمع میزنی؟ تو آینامه جدلش هست بچه تو همه جدل همه رو جمع میزنی من میگم مثلا وزن تیرچه بلوک در واحد مساحتی در خط متر مربع در هر متر مربع مثلا وزن سهم تیرچه بلوک مثلا 400 کیلوگرمه. پس میگیم دبلیو چنده مثلا برای سهم کاغذی؟ مثلا میگیم بابا 400 کیلوگرم بر متر چیه مربع. این دبلیو رو بچه‌ها بتونید حساب کنید. خدا کار نداره. خب دبلیو اصلا میگه آقا در هر متر مربع این سقف 400 کیلوگرم چی وجود داره؟ بار وجود داره. از ما چون دوباره بچه وزن بگیم و بار بگیم مثلا میگیم 400 چی؟ حالا مثلا نیوتن چون کیلوگرم جل 400 نیوتن بر متر مربع در هر متر مربع 400 نیوتن مثلا چیه؟ بار وجود داره. خب حالا این بار در هر متر مربعش اینقدر در واقع بار داره. حالا ما میگم سهم میگم نصف این مساحت بچا چی میرسه؟ به این تیر میرسه دیگه. خب نصف مساحت یعنی چی؟ یعنی میگم این 400 رو ضرب در A ضرب در B تقسیم بر چی کن؟ 2 کن دیگه. این مقدار بار است که بچا چیه؟ مقدار بار است که به این تیر چیه؟ میرسه. ولی بچا باری که به این تیر میرسه این بار کنه بچا همش متمرکز روی نقطه نمیشه، در طول چی چی میشه؟ در طول تیر پخش میشه. پس بعد تقسیم کنیم بر طول تیر که چنده؟ بیه. پس بچا بی با بی میکنیم میشه چقدر؟ میشه 400 ضرب در آ دوم، یا به عبارت دیگه بچا میشه چقدر؟ در دبلیو آ دوم. یعنی بچا بار گسترده ای که بار گسترده ای که بچا به هر تیر میرسه میشه مقدار وزن واحد سقفمون ضرب در نصف بچا چی؟ نصف طول اون تیر شما، نصف اون توی تیرهای فرعی شما که در اینجا هستن. میشه سهم چی؟ میشه سهم هر کدوم از تیرهای شما. و بچه این بار بار چی بود؟ این بار بار گسترده است. من چرا تقسیم بر بی کردم؟ چون میگم نصف این سقف میرسه به این تیر، ولی نصف بار این سقف این هم نصف سقف بار دیگه. میگم 400 مولا هر نصف مربعش هم نصف سقف چند نصف مربع؟ میگم A دوم ضرب در B. ولی کل این بار توی یک نقطه متوقف نمیشه. میبینید مشاهده میکنید که سقف کل طول تیره، در طول تیر پرونده در طول تیر چیکار میکنم؟ تقسیم میکنم. بنابراین بچا بار گسترده شما بچا واحدش چیه؟ بار گسترده شما بچا واحدش دیگه نیوتن نیست، این از جنس نیرو نیست، از جنس چی بچا؟ از جنس نیرو بر طوله. نیوتن بر متر. چون تقسیم بر چی کردیم؟ چون تقسیم بر طول تیر کردیم. چون بار بار چیه؟ چون بار بار گسترده است، در طول تیر داره پخش میشه، تقسیم بر طول تیر میشه. پس بار گسترده دیگه واحد بچا اگه مثلا نیرو متمرکز داشته باشی، نیرو متمرکز بچا واحدش چی میشه؟ واحد میشه خود نیوتن، چون نیرو دیگه. لنگر متمرکز میشه نیوتن ضرب در متر. ولی نیروی گسترده داره چون دیگه واحدش چیه؟ واحدش میشه نیوتن بر متر، چون در طول تیر نیوتن تقسیم بر طول تیر تو نیوتن بر متر. چه دبلیو زد آدو آره؟ اگه سقف یک طرفه باشه، اگر چون سقف دو طرفه باشه اینو سقف بر میشه. در سقف های دو طرفه دوستان ببینید بعد میگم اینا رو هرچون بکنید اینا چیزیست که از اون درسی پیشرفته ترتون بعد باش درگیر میشه. ولی اینجا چون من میگم خیلی از دوستان ما این ذهنیت پیش میاد ما تو استاتیک میگیم ما مثلا یعنی چی تو عمران کجاش کار بده مثلا ما کجا استفاده میکنیم. من اینجا مجبورم بگم اگر بچا سقف دو طرفه باشه بچا اگر سقف دو طرفه باشه چه تو بچا پخش بار چجوری بچا ما میگیم اون نیم سازا رو بکشی آره نیم سازا رو بکشی این نیم سازا رو بچا بکشی یه همچین شکلی هم میشه. این مثلا چند بچه ها؟ 45 درجه است. نیم سازا رو بچه ها بکشید به هم بس کنید بچه ها همچین شکلی جا میشه. یعنی یک شکل مثلث و یک شکل چی؟ یک شکل مثلث و دو تا شکل زوزنقه به دست میاد. حالا چی میگیم؟ میگیم آقا بار این قسمت مثلثی بار این قسمت مثلثی میرسه به این تیر، بار این قسمت مثلثی میرسه به این تیر، بار این سوزنرده این میرسه به این تیر و بار این سوزنرده این بچه چیه؟ میرسه به این تیر. یعنی چون دیگه اینجا سقف دو طرفه است بچه و در دو جهت پخش میشه بعد به همه تیرهای سقف میرسه. حالا چقدر سقف میرسه به این نسبت؟
سهم این قسمت میرسه به این، سهم این قسمت میرسه به این، سهم این قسمت میرسه به این، سهم این قسمت میرسه چی؟ به این دوستان، به این نسبت حقیق جده. حالا یه بار محاسبات شده این فهم میشن و این نقطه که بچه برای مهمه، حالا ما بار گسترده رو چی نشون میدیم علامانده نکنه چون توی این سطح بگه چی بود؟ من اینجا رو قسمت کنم. در این سطح بگه بچه ها یک طرفه بود که فقط بار این تیکه به این تیر میرسه. اگه شما چون این تیر رو بخواید نشون بدید، اگه این تیر رو بخواید نشون بدید بار روشو، بار گسترده چی نشون میدید بچه ها؟ من اگه میخوام این تیر رو برگردم و بهش نگاه کنم، بار گسترده بچه ها چیه؟ به این صورت نشون داده میشه دیگه. ببینید شکلش این شکلیست. باری که در طول تیر بچه ها چی شده؟ باری که در طول تیر پخش شده. ببینید واحدش هم چیه بچه ها؟ میگیم ما مقدار بار کیوه که واحد کیو چیه؟ واحد کیو بچه هست نیوتون بر متر. بار چی شده؟ پخش شده. یا بچه اگر بخوام اینجا مثلا این تیر نشون بدم بچه ها، بار وارد برای این تیر چه شکلیست؟ این تیر اگر بچه بار وارد برای این تیر بخوام نشون بدم، یه بار زوزنندهی روش میبرم به صورت چی؟ به صورت گسترده. یه بار زوزنندهی چی دارم؟ گسترده دارم. بچه این بار گسترده است. یا به این تیر چی باید میشه بچه ها؟ این تیر اگر بخوام نگاه کنم بچه این تیر بارش دیگه بکنم در طول تیر داره پخش میشه این بار مثلث دیگه، چون یه همچین باری بهش وارد میشه. یه بار گسترده چی داره بهش وارد میشه؟ یه بار گسترده مثلثی داره به این تیر وارد میشه. پس ببینید بچه ها شکل بار گسترده این شکلی است، یعنی باری است که گسترده است. اینطوری نیست که مثلا من بکشم بگم آقا این بار متمرکز داره وارد میشه. بار شما پخش شده در طول چی؟ در یک طولی. حالا میشه طول کل تیر باشه، میشه طول یک قسمتی از تیر باشه. حالا در طول کل تیر یک بار ما همچین پخشی داره، چون در واقع اینقدر سهم میگیره از این زوزنقه، این قسمت تیر خب بیشتر بار روش هستش، این قسمت ها کمتر شکل میشه تو مثلث هم میگیره. یا اگر مثلا یک طرفه باشه که چون دقیقاً بود یکسان بهش بار میرسه همه قسمت هاش، میشه یک مستطیل. دوستان بنابراین میشه میگه بار گسترده بیشتر بچه ها اتفاقا بارهای ما، بار سقف ما دوستان بار چیه؟ گسترده هست. ما بار سقف همون بارهای چیه دوستان؟ بارهای گسترده هست، چون در طول تیر داره پخش میشه، در طول تیر داره این بار چی میشه؟ توزیع میشه. بنابراین عرضم به حضورتون که بسیار بارهای مهم و بسیار پرکاربردن این بارهای چی بچه ها؟ این بارهای گسترده. حالا اینا چی بود همه؟ خب همه مباحثی که تا اینجا خدمت شما عرض کردیم اینا چیه؟ اینها در واقع مقدمه بود برای اینکه تازه میخوام بریم خیلی خوب. پس ما تازه تا اینجا خدمت دوستان عرض کردیم که ما در سازه هامون، در ساختمون هامون بار چی داریم؟ بار گسترده، بار گسترده مستطیلی، بار گسترده مثلثی، بار گسترده زوزنندهی، بار گسترده بار که در طول تیر دارن پخش میشه و واحدشون هم بگیم نیوتون نیست، مثل بار نیوتون بر متر، یعنی نیوتونی که در طول یک متر پخش. حالا سوال اینه، حالا ما بعدن تو درس استاتیکمون اینو گفتیم جهت کسب بدونیم در واقع فلسفه این بارهای گسترده چیه. حالا سوال این است که خب لنگر ناشی از این بارهای گسترده رو، حالا هر شکلی میخواد داشته باشه، لنگر ناشی از این بارهای گسترده رو اگر بخوایم حول یک نقطه حساب بکنیم چگونه بایستی حساب بکنیم؟ لنگر ناشی از بارهای گسترده رو در واقع بایستی چیه؟ چگونه چیکار بکنیم دوستان؟ چگونه حساب بکنیم؟ اینو در واقع بایستی با هم چیکار کنیم؟ بحث اصلیمون اینه. الان خب پس چی میشه عنوانمون؟ محاسبه لنگر ناشی از بارهای چی دوستان؟ گسترده. خب تا اینجا فهمیدیم که بارهای گسترده در ساختمان‌های ما وجود دارن، اصل بارهای ما بارهای گسترده است، به شکل‌های مختلف میتونه بارها گسترده باشن. حالا اگه لنگر ناشی از این بارهای گسترده رو بخوایم حساب بکنیم در واقع چه باید بکنیم؟ دوستان ببینیم خیلی خیلی ساده است. دو تا نقطه میخوام بگم، این دو نقطه رو باید رعایت بکنیم تا اون لنگر ناشی از بارهای گسترده رو چیکار کنیم؟
حساب بکنیم. برای محاسبه لنگر ناشی از بحران‌های گسترده بچه‌ها میام چیکار می‌کنیم؟ احتیاج به دو تا چی بحث کنیم بچه‌ها؟ احتیاج به دو تا محاسبه دو تا چیز داریم برای محاسبه لنگر ناشی از بحران‌های گسترده. اولا ایده کلی چی بچه‌ها؟ اولا ایده کلی بچه‌ها چیه؟ ایده کلی چیه؟ تبدیل بار گسترده به بار چی؟ متمرکز. یعنی من اگه میخوام لنگر ناشی از بارهای گسترده رو حساب کنم، میام بار گسترده تبدیل بار متمرکز چی؟ تبدیل بار متمرکز معادلش میکنم. درست؟ میام بار گسترده تبدیل میکنم به بار متمرکز معادلش. خب بچه وقتی تبدیل کردم به بار متمرکز معادل، تمام دیگه بار متمرکز هم که قبلا با هم بحث کردیم، نیروی متمرکز قبلا با هم بحث کردیم، بلدیم لنگرش رو حساب بکنیم. حالا سوال اینه من چجوری لنگر، چجوری بار گسترده رو تبدیل کنم به بار متمرکز معادلش؟ اگه بخوام بار گسترده رو تبدیل کنم به بار متمرکز معادل، بچه‌ها دو تا پارامتر باید حساب بکنم. یک، مقدار در واقع بار متمرکز معادل. این مقدار بار متمرکز معادل رو حساب بکنم دوستان. دیگه چی مهمه؟ ببینید مثلا قبل اصلا دوم بگم، ببینید مثلا من یک سوال به شما دادم، یک تیری دارم مثلا دیگه اینجاش داره یه بار گسترده وارد میشه، میگم لنگر این فرض رو کیو این طولش هم چقدره؟ ال. میگم لنگر ناشی از این بار رو بر نقطه او چیکار کنید؟ حساب. خب اگر شما بخواید لنگر ناشی از این بار گسترده رو بر نقطه او حساب بکنید، باید این بار گسترده تبدیل بار چی بکنید؟ تبدیل بار متمرکز کنید. خب وقتی میخوام تبدیل بار متمرکز بکنم دوستان، یکیش اینه که اون بار متمرکز شما مقدارش چقدره؟ ولی آیا مقدار کافیه وقتی برای لنگر گرفتم؟ فرض کن اصلا تو مقدارش میدونی که از کیوه. خب مقدار بار متمرکز ناشی از این بار از کیوه، خب مقدارش بلده. آیا کافیه برای لنگر گرفتن مال این نقطه؟ خیلی. چرا کافی نیست؟ خب بحث اینه که این کیوه که من داریم با هم میگه، آیا بحث همین کیوه مقدار بار متمرکز معادلشه؟ خب این بار متمرکز معادل وقتی من میخوام اینجا لنگر بگیرم، لنگر چی بود؟ بود مقدار نیمو زده چی بچه ها؟ زده فاصله. پس اگر میخوام لنگر این ناشی از این بار گسترده رو بر این نقطه بگیرم، یکی مقدارش مهمه، یکی فاصلهش، فاصله شما برای من مهمه. پس به داوری دوستان ببینید، وقتی شما میخواید بار گسترده رو تبدیل کنید به بار متمرکز معادل، دو تا مجموع دارید. یه مقدار اون بار متمرکز معادل چقدره؟ دوم، محل اثر بار متمرکز معادل هم بعد چی بچه ها؟ بدونید آیا بار متمرکز معادل کجا اثر میکنه؟ آیا اینجا اثر قرار میکنه؟ وسطش قرار اثر میکنه؟ این بر اثر میکنه؟ اگه اینجا اثر کنه فاصله اونجا یه عدده، اینجا اثر کنه یه عدده، اینجا اثر یه عدده، لنگر فرق میکنه. پس ببینید دوستان، من اگه میخوام لنگر ناشی از بار گسترده رو حساب بکنم، یکی باید مقدار بار متمرکز معادل این بار گسترده رو حساب بکنم، یک. دو، محل اثر این بار متمرکز رو. آیا بار متمرکزی که مقدارش اینقدر کجا داره وارد میشه که من میتونم لنگرش رو چیکار بکنم؟ حساب بکنم. پس دو تا بحث شد، مقدار و محل چی؟ اثر. حالا اینجا دوستان بریم ببینیم این دو تا آیتم رو چی رو بچه حساب بکنیم. خیلی خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده است. اول مقدار دوستان، مقدار چیه؟ اگر میخوام مقدار بحث بکنم، یا مقدارش چقدره؟ مقدارش چقدره بچه؟ مقدار بار متمرکز معادل خیلی ساده است. چیه؟ برابر چیه؟ مقدار برابر مساحت زیر بار چی دوستان؟ مساحت زیر بار گسترده. خیلی دوستان، مقدار بار متمرکز معادل اون بار گسترده، مقدارش برابر مساحت زیر بار چیه؟ گسترده. خیلی ساده. بنابراین مثلا اگر شما در واقع یک بار گسترده مستطیلی داری که مثلا شدتش کیوه،
و طولش L، مقدار بار متمرکز چقدر میتونه باشه؟ مقدار چه مساحت زیری؟ اون مساحت زیری چقدر میشه؟ طول زد در عرض میشه Q M. یا اگر شما دارید، اگر یک بار مثلثی دارید دوستان، اگر یک بار مثلثی دارم که الان این بیشترین شدتی که داره اینجا کیوه و این طولش اله، خب دوستان شما مساحت بار متمرکز معادله این میشه مساحت این مثلثه. و مثلا مثلث چقدر دوستان؟ مثلا مثلث میشه ارتفاع زد در قاعده تقسیم بر دو میشه کیو زد در ال تقسیم بر چقدر؟ دو. آره؟ یا اگر مثلا شما بار چی دارید؟ یا اگر مثلا بار زوزن اقیی دارید؟ اگر بار زوزن اقیی دارید که چی بچه ها؟ این شدتش کیوه بیشتر شدتش و این زلش مثلا اله و این زلش مثلا چی؟ ال یک این ال دوه. خب میگید آقا بار متمرکز معادله یک بار زوزن اقیی چقدره؟ میگید مساحت زیر یک بار زوزن اقیی است. اون مساحت زوزن اقیی چی میشه؟ میشه چی؟ قاعده کوچک بین قاعده بزرگ ضرب در ارتفاع که هست کیو تقسیم بر چقدر؟ دو. این میشه چی؟ میشه بار متمرکز مقدار بار متمرکز معادل این بار گسترده. این اگه شما بخواید به جای این بار گسترده یه بار متمرکز معادل این قرار بدیم میشه این مقدارش. یا اگه به جای این بار گسترده مثلثی بخواید یه بار متمرکز معادل این قرار بدیم میشه این مساحت زیر بار گسترده. یا اگه این بار مستطیلی شما بخواید به جاش یه دونه بار متمرکز قرار بدی این بار متمرکز چیه تو؟ این بار متمرکز مقدارش میشه چی؟ مقدارش میشه چی؟ مساحت زیر این که میشه کیو زد در چی؟ ام. آره؟ پس بار متمرکز معادل بچه مقدارش برابر مساحت زیر بار چیه؟ مساحت زیر بار گسترده شماست. حالا اینا که بارهای چی بود بچه؟ بارهایی بود که شکل هندسیش چیه؟ شکل هندسیش ساده است و شما از بود هندسی که توی دبیرستان راه نما خوندیم میتونی حساب کنید. ولی بچه میشه شکل بار شما بچه چی باشه؟ شکل بارش ها میشه در واقع خیلی شکل در واقع هم توی با قول من شکل های هندسی شناخته شده و منظم نباشه. مثلا شکل هایی باشه که منحنی باشه مثل مثلا بچه چه مثلا بار باد بچه بار باد این باد چیه که شکل بارش ها بار باد بار منحنی ماننده. خب اگر مثلا شما چی داشته باشید یک بار چی داشته باشید یک بار در واقع عرضم به حضورتون که منحنی مانند داشته باشید مثلا میگم شما یه همچین باری گفتم بچه مثلا اگه شما در بار باد رو تصویر کنید باشه این ساختمان شما شده بار باد رو معمولا ما اینطوری وارد بکنیم به ستون ها یه همچین بار گسترده است بار باد و اگه من میخوام بار معادل این رو پیدا کنم با این شکل یعنی چی؟ یعنی با بچرم کنم بشه برکه ساده بشه شما یه همچین بار داره وارد میشه دیگه یه بار منحنی مانند داره وارد میشه که این بیشتر شدتش کیوه بزن. خب بچه ها اگر همچون بار وارد شد بار متمرکز معادل این چقدر گفتیم بودیم مساحت زیر چیه؟ مساحت زیر نموداره. خب دوستان مساحت زیر نمودار یعنی چی تو ریاضی ها؟ تو ریاضی ها مساحت زیر نمودار S برابر انتگرال بسید انتگرال این نمودار رو بگیرید. این فرض رو بچه مثلا اگر من نقطه شروعی اینجا رو بگم مثلا X فقط این منحنی بار شما بچه معادله شو دادن دادن آقا معادله این مثلا چقدره؟ معادله این برابر چیه؟ گفتن آقا کیو این شدت کیو من برابر میشه با چی معادله شو مثلا به ایکس فرض کنیم مثلا برابر شو مثلا چی؟ عرض هم بودم آ ایکس دو بلاوی بی ایکس بلاوی سی این منحنی به شما دادن. و وقتی من میگم بار متمرکز مقدارش میشه مثلا زیر نمودار مثلا انتگرال این شما باید انتگرال چی رو بگیرید؟ انتگرال این نمودار بگیر انتگرال آ ایکس دو به علاوه به ایکس به علاوه سی به چی؟ ایکس حالا فقط طول کلش هم چقدر؟ اله پس میگم از صفر تا چی؟ اله میگم چکار میکنی؟ میگم انتگرال چکار میکنی؟ حساب میکنی و یه انتگرال بچه حساب کنیم چه مسئله زیر همین نمودار و مسئله زیر نمودار میشه چی بچه ها؟ میشه هم مقدار بار متمرکز چی؟ معادل با این بار چی؟ گسترده. پس بنابراین دوستان ببینید میشود شکل‌های هندسی منظم باشه که خیلی راحت مسائلش رو بلدید حساب کنید میشه شکل منحنی باشه که منحنی باشه وقتی میگم مسئله زیر نمودار مسئله زیر نمودار اینه انتگرال
نه انتگرال این تابه رو بگیریم، این تابه بارمون رو هرچی شد انتگرالش میشه همون بار متمرکز معادل چی؟ با این بار. خب این شد چی؟ این شد مقدارش. حالا بخش مهمتر از مقدارش میشه محل اثرش. خب آیا بعدم شما میگین کیوله، یعنی به جای این بار گسترده شما میخوای این بار متمرکز کیوله قرار بدید. این کیوله کجا این قرار بدن؟ به جای این بار مستلسی میخوای کیوله دوم قبلی کیوله دوم کجا قرار میخوای بیده برمه؟ این اینجا میخوای بار کیوله اینو چیه؟ این بار کیوله یک بله بله دوم کجا میخوای قرار بدیم؟ چون میخوای به جای این میخوای یه بار متمرکز قرار بدی دیگه، به جای کل این بار میخوای یه بار متمرکز کیوله دوم قرار بدی، یا اینجا به جای کل این بار گسترده بچه میخوان چی؟ این مقدار اس رو قرار بدید دیگه و به جای کل این یه بار متمرکز قرار بدید. این بار متمرکز کجا قرار میگیره؟ کجا قرار میگیره؟ این سوال چیه؟ سوال دومیست که در واقع وجود داره که با توجه که دیگه بحث اذان هست و صدای اذان داره میاد و خب در واقع الان هم یه حی علی الصلاه بشه تا به سوی نماز، بشه تابید به سوی رستگاری، بشه تابید به سوی بهترین عمل. قاعدتا وظیفه اینه که دیگه بریم سمت نماز انشالله. از همه دوستان هم التماس دعا داریم در نمازشون برای دعا فرمین. تا همینجا کفایت انشالله. پس که این بودشون خدمتون انشالله عمری باقی باشه، روز شنبه در کلاس آنلاینمون بقیه این بحث انشالله خدمت دوستان ادامه خواهیم داد. خیلی ممنون از صبر و صد و تحملتون. امیدوارم که مفید و فایده واقع شده باشه درسی که خدمتتون ارائه دادم و همه عزیزانم ان شاءالله به خوبی مباحث رو درک کرده باشن. التماس دعا. خدا حافظ شما.